درود و سلام و خسته نباشین بنده های عزیز. امروز میخوام درباره پای نتورک معلومات بدم که پای نتورک چگونه کار میکند و از چه پروگرام های استفاده میکند. آیا در مورد سکه بومی آن چیزی شنیده اید؟ آیا به دنبال یافتن اطلاعات بیشتر در مورد نحوه خرید سکه پای به عنوان یک سرمایه گذاری احتمالی هستید؟ این مقاله مرور بر اهداف شبکه پای و نحوه پیشبینی ارز رمزنگاری شده پای در حال شکل گیری است. شبکه پای چیست؟ شبکه پای یک پروژه ارز دیجیتال است که هدف آن حفظ دسترسی بر رمزنگاری شده بر اساس این دیدگاه است که تمرکز نسل اول ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین آنها را از دسترس کاربران روزمره خارج کرده است. در حالی که مبتکران اولیه بیت کوین می توانستند سکه دیجیتال را از یک پردازنده رایانه معمولی استخراج کنند، فرایند استخراج تایید تراکنش ها در پرونده توزیع شده یا بلاکچین توسعه استخراج گسترده با سخت افزار تخصصی انجام شده است. این پروژه که توسعه تیمی از خارق التحصیلات دانشگاه استنفورد توسعه یافته است، کاربران را قادر می سازد تا در برنامه تلفن هوشمند خود سکه استخراج کنند. این پروژه که توسعه تیمی از خارق التحصیلات دانشگاه استنفورد توسعه یافته است که به هدف جبران تعادل کاربران را قادر می سازد تا از برنامه تلفن هوشمند خود سکه استخراج کنند. با مارک تجاری بر اساس عدد پای فاز یک پروژه در سال 2019 در روز 14 پای مارس با برنامه رایگان استخراج پای آغاز شد. تا جون 2019 این شبکه بیش از 10 میلیون کاربر فعال داشت و یک سال بعد از فاز دو را اندازی شد. بیش از 3.5 میلیون کاربر وجود داشت. این برنامه تبلیغات را در ماه می سال 2020 آغاز کرد تا منبع مالی پروژه را تامین کند. تعداد کاربران در پایان ماه می 2021 با عبور از مرز 12 میلیون نفر در فوریه به 18 میلیون نفر رسید. تا جایی که می دانید معدنی را با نرخ بالاتر دریافت کنید. نرخ استخراج ممکن است در منیت به نصف برسد یا به صفر برسد و هنگامی که پای به 100 متر پیشگامان درگیر برسد از دست ندهید. سکه پای یک ارز رمزنگاری شده است که در شبکه پای اجرا می شود و مانند دیگر ارزها رمزنگاری شده مانند بیت کوین، رمزنگاری پای به گونه طراحی شده است که به طور منظم نصف شود تا از کمیابی آن محافظت شود. نصف شده زمانی است که تعداد سکه هایی که یک معدنچی برای پردازش معاملات جدید دریافت میکنند با رسیدن به یک نقطه عطف نصف کاهش مییابد. نرخ استخراج پای از 1.6 در ساعت که به 1 لک کاربر رسید مجددا به 0.4 در ساعت که به 4 میلیون نفر رسید نصف شد و هنگامی که به 10 میلیون رسید دوباره به 0.2 به نصف ادامه می دهد و اسناد نشان می دهد که برنامه رسیدن به 0.1 میلیارد کاربر. با این حال طبق حساب تویتر پروژه می تواند این مبلغ را به 100 میلیون برساند یا حتی زمانی که سکه از مرحله آزمایشی حرکت می کند که به عنوان انتقال از تستنت به مینت شناخته می شود. در مرحله دوم فعلی پروژه کاربران می توانند داوطلبانه نرم افزار دسکتاپ پاینوت را در رایانه خود آزمایش کنند،
اما چه زمانی فاز 3 را اندازی می شود؟ آیا در سال 2021 خواهد بود؟ با گفته توسعه دهندگان شروع مرحله سوم بستگی به پیشرفت های انجام شده در مرحله دوم دارد. برخلاف گره های شبکه های مانند بیتکوین که از پروتکل های اثبات کار پا استفاده می کنند، پای نوت از الگوریتمی بر اساس پروتکل اجماع ستاره SCP استفاده می کنند. گره های پای تراکنش های یک دفتر توزیع شده را تایید می کنند که در مورد ترتیب معاملات جدیدی که دفتر کل ثبت می کنند به توافق می رسند. تحت SCP گروه های پای حلقه ها یا گروه های امنیتی را تشکیل می دهد که شامل 3 تا 5 فرد مورد اعتماد است که برای هر یک از کاربران شبکه ها شناخته شده است. محافل امنیتی یک شبکه اعتماد جهانی ایجاد می کنند که از معاملات کلاهبردار جلوگیری می کند، زیرا معاملات تنها در صورت قابل تایید هستند که گروه های معتبر آنها را تایید کند. سکه پای در حالت پیش از انتشار باقی می ماند. در 3 ماه اول سال 2021 توسعه دهندگان قادر به ارتباط با تست پای بودند. این پروژه یک برنامه جدیدی پای برینستورم مینگ را در بستر پای اپس معرفی کرد تا به کاربران اجازه دهد ایده های برنامه را پیشنهاد دهند، به پروژه ها بپیوندند و سایر کاربران را درگیر کنند. در 3 ماه دوم تیم اصلی توسعه شبکه پای روی ساخت بستری پای یوتیلیتیز پلتفرم تمرکز کرد، از جمله فعال کردن برنامه های شخص سالس با کیف پول در 10 اپریل شبکه پای. پس از راه اندازی یک برنامه کیف پول پای، در 1 اپریل برنامه مرورگر پای خود را معرفی کرد. این کیف پول توسعه دهندگان را قادر می سازد تا تراکنش ها را در پای تست نت آزمایش کنند، اما انتقال واقعی پای را فعال نمی کند. خب دوستا، این بود ویدیو امروز ما که ویدیو منتظر ویدیوهای آینده ما باشه دوستا، که درباره پای زیادتر معلومات خواهیم داد که پای چگونه کار میکند و پای یعنی چی هست، آیا واقعیت دارد یا خیر. با تشکر، خدا نگهدار.